بابا مملکت پرشیده، مملکت پخیده، مملکت پوزیده. اون قشر خاکستری باید بفهمه من باید دیگه کارهای احمقانه خودم رو کنار بذارم، باید واقع‌بین باشم، باید بفهمم که علی خامنه‌ای و رئیسی و امثال اینها در 4 سال خراب کردن به این مملکت. اصطلاح بی‌ادبانه رو نمیتونم ببرم. آقا بس بسه. شما یه کارگر رو میگیرید یه بار بیاد خونتون رو تمیز بکنه خوب نباشه، دفعه بعد دیگه تو یک هفته دیگه نمیانینش. شما چجوری به آخوندها 44 سال فرصت دادید؟ دهن شما رو دارن سرویس میکنن. الانش هم اگر ما نبودیم اطلاعات رو به شما بدیم، شما از کجا میخواستید به دست بیارید؟ من تو دیگه نمیخوایم واقع بین باشیم. چرا من تو نمیخوایم با این موضوع کنار بیایم که آقا این رژیم فاسده؟ پیمان بهبودی تا میاد حرف میزنن میگن پیمان بهبودی خودش اطلاعاتیه، پیمان بهبودی خودش سازمان اطلاعات سپاس. آخه آدم های با فهم با شعور، اونهایی که سایبری هن، اونهایی که اطلاعاتی هن، اگر نمیفهمید نفهمید بفهمید. آنهایی که اطلاعاتی هستن سایبری هستن نمیان ریش خامنه ای رو جلوی تصویر قهوه‌ای بکنن که ما داریم میکنیم. اونهایی که سایبری هستند میان پایین دستی ها رو میزنن ولی میگن آقا خوبه، حکومت خوبه، ولی من پیمان بهبودی دارم میام میگم اتفاقا اون کثیفه که بقیه کثیف شدن، اتفاقا اون فاسده، اتفاقا اون تهش باد میده، اتفاقا اونه که حمایت میکنه از امثال توسی ها که ثقتی ها الا ماشاءالله پیدا میشن. این هفته بعد اون فیلم میذارن نگاه بکنید پشماتون بریزه. به من میگن که آخو بشین جلوی دوربین، کت شلوار بپوش، کراوات بزن، خیلی رسمی صحبت کن. بابا ول کنید این مسخره بازی رو. رسمی صحبت کردن الان تو باید انقلابی باشی، شرف داری 25 شهریور بیا کف خیابون حق تو بگیر. من پیمان بهبودی از جون خودم گذشتم. به هر حال هر انقلابی باید یه خونی ریخته بشه. من از اون وقتی اون دفعه هم به تو گفتم صادق جان، از اون وقتی که در انقلاب زن زندگی آزادی این همه جوانهای زیبا و خوشگل و تحصیل کرده و خانوم و آقای ما رو کشتن، من پیمان بهبودی کیلو چرد. من اصلا عددی نیستم در مقابل اون بچه ها. من 100 بارم بمیرم با آسایش میمیرم. به همه خانواده خودم هم گفتم من تا آخرین روزی که زنده هستم خدا و پیغمبر خوبه باشه، من اصلا به ادیان شما، به مذاهب شما، به اعتقادات شما هیچ کاری ندارم، ولی من هیچ اعتقادی ندارم. اعتقاد حال حاضر من مملکت منه که باید آزاد بشه. میان بلغور میکنیم فساد نکنیم، با فساد مبارزه بکنیم. آقا فرمودم، آقا خودش دزد 40 دزد بغداده، خودش رئیس اون 40 دزد بغداده. از این بر زن فرمانده سپاه، آخه خود فرمانده سپاه ماهی کلی حقوق داره، کلی خدم و حشم داره دیگه. بابا چی میخواین که پشت دستم دزدی میکنید؟ که دیگه دیدید انقدر پیمان بهبودی آمده افشاگری کرده، موندید رفتید زن فرمانده سپاه هم الان 2 روز بردید حفاظت اطلاعات، دارید ازش میپرسید چند تا سکه از این گرفتی از اون. با عرض معذرت هاش خانم ببخشید سایه شما سنگین، 15 تا سکه از اون گرفتی چا. بابا خجالت بکشه. آقای یراهی کی آمد یه شعری خون چقدرم قشنگ خوشا. شما به ثانیه نشد رفتیم گرفتینش، اون تصویر زننده از دستبند و از پشت انگار مثلا یه قاتل جامعه. چیکار کرد اون یک هنرمند؟ شما وقتی با هنرمند جامعه این کارو میکنی حرام زاده ها. بعد آمدی ثقتی رو براش بردینش تو زندان شماره 2 رشت، تو واحد، تو بند نظامی ها. اونجا بند نظامی ها تلویزیون دارن، فرش دست باف، عشق و حال، پیکنیک، نمیدونه پینگ پونگ، همه چیز، استر، همه چیز دارید اونجا. در صورتی که این حرامزاده اگر شما واقعا حکومت عدل علی بودید، ثقتی رو باید میآوردید در میدان شهر، اینو میکشیدید بالای دار. اینو من نمیگم، من اصلا با کشت و کشتار و دار و پار و اینا اصلا راضی نیستم، اصلا موافق نیستم با کشتن، گرفتن جون یک آدم. ولی اینو تو اون احکام مزخرف شما میگن یک نفر رو با نیم کیلو تریاک میگیرید میکشید بالای دار، دهنش رو سرویس میکنید. اما اینی که لباد کرده کل مملکت تحت شعاع قرار گرفته،
اینو آزاد گذاشتید، توسی گذاشته تو دم 6 تا بچه، اونو آزاد گذاشتید، اینو آزاد گذاشتید، این چه مملکتیه؟ شما گند مملکت داری رو در آوردی. رو کراس با هم حرفامونو بزنیم. شما 25 شهریور باید به کف خیابون‌ها بیان برای خودتون، برای بچه‌هاتون، برای نوه‌هاتون، برای من. نه، من خارج از کشورم، من بهترین ماشین زیر پامه، بهترین خونه رو دارم، بهترین شغل رو دارم. این مسئله الان در حال حاضر تو کشور ما وضعیت تمکن مالی مردمه. مردم اگر وضعیت مالیشون خوب باشه، اصلا نه کاری به حکومت، نه کاری به سیاست، نه کاری به دولت، به هیچ چی ندارن. مرد از صبح میره حمالی میکنه. یکی چندی پیش به من پیام داد، میگفت آقا پیمان میخوام پیش تو بیام اعتراف بکنم. انگار من پدر مسیحی بودم آمده پیش من اعتراف بکنه، من بگم تو راه بهشت برات باز. گفتم بگو. گفت آقا پیمان من شغل من دزدیه. گفتم آقا دمت گرم، از کی میدزدی؟ گفت هر جا هر چی گیر بیاد میدم. آقا پیمان الان دارم بهت اعتراف میدم، دیگه دزدی هم نمیصرفه، تموم بکنید، بس. به نظر من آخه من دیگه همیشه نمیتونم بیام اینجور داد و فریاد بکنم، ولی من اهل هیچ فرقه ای نیستم، نه چپم نه راستم، نه بالام نه پایین. فردا اگر اون مملکت آباد شد، من اصلا نه گروه حزبیم، نه هم قراره بیام اونجا مسئولیتی بگیرم، مال خود شما. ولی الان وظیفه منه. چرا؟ چون خانواده منم اونجا دارن زندگی میکنم، من میفهمم مردم دارن چه ظلم. من روزی 500 تا پیام برام میاد از کل کشور، از سیستان بلوچستان میاد تا اینور از ارومیه و نمیدونم تبریز و کجا و کجا. بابا مردم همه دارن مینالن. بعد سایبریا میان میگن نه، وضعیت مملکت ما امام زمانیه، امام زمان روش اشراف داره، همه چیز اوکی. بله برای شما اوکی، اون امام زمانی که شما دارید میگید اون امام زمانی شماست، امام زمان ما گداگشنه ها نیست. شما 44 ساله تا دسته فرو کردید به ما، ما نیستیم. امام زمان اگر امام زمان بود، طرف ما گداگشنه ها بود، میامد اولین کاری میکرد گردن علی خامنه ای رو میشکرد. شما مردم، دهن مردم رو سرویس کردید، پدرشون رو در آوردید. زل اوباش، این مریض های لواطگر فاسد رو انداختن گردن ما. باشه، حالا از این به بعد شما از پیمان بهبودی فیلم پخش کنید، بگید پیمان بهبودی معاند، پیمان بهبودی اطلاعاتی سما، پیمان بهبودی وزارت فلان. من همه چیز هستم، فرض بر محال محال دیگه. باشه، من همه چیز هستم، همه چیز شما درست میگید، ولی من از این به بعد خار مادر شما رو جلوی چشمتون میارم. خب تا الان که پخش کردم این فیلمایی که من پخش کردم، شما در این 40 سال هر جفنگیاتی به مردم گفتید همه رو خونسا کرد. حالا از این به بعد این قالیباف هم، این برنامه، این پیرامونش هم این هفته پخش میکنم. بعد از 25 شهریور مادر تک تک شما رو الاغ سوار میکنم. شما مسئولین کثافتی که 44 سال با این قدر ریش و پشم اینجا بستن و نمیدونم انگشتر عقیر دهن این مردم احمقهایی مثل اونی که میده تو صندوق اداره برق پول صدقه میندازه رو شما در آوردید. جوانهای امروز ما همه تحصیل کرده، همه با فهم و شعور، دهن شما رو سرویس میکنن. شما شک نکنید همین زنان قهرمان ما که تو این انقلاب زن زندگی آزادی تا اینجا پیش آمدن، از این به بعد دهن تو آخوند کثافت مریض لواطگر رو هم سرویس خواهد کرد. ببخشید من اعصابم نرفایش نیمدم تو حرف، گفتم که با همون هیجان صحبت کنید. خب قطعا این هیجان هایی که شما داری صحبت میکنید، اون 4 نفری که به قول معروف قشر خاکستری هستن، خود 25 شهریور گفته پیمان عزیز، و این همه اعتراضاتی که ما الان میبینیم توی تلویزیون، حالا توی رسانه‌ها داریم میبینیم، حالا طرف بازنشسته است، طرف دکتر، طرف حالا تو هر شغلی معلم، همشون دارن اعتراض میکنن. یکی پولش خورده، یکی اون یکی بانک پولش خورده، یکی سایپا پولش خورده، یکی یوان خورده پولش خورده. دوستان عزیزان، خواهش میکنم ازتون روز 25 شهریور همینایی که الان کف خیابون هستن، همینا بیان کف خیابون و اعتراض بکنه. نه اعتراض نکنم به جمهوری اسلامی، آقا نمیخواد جمهوری اسلامی اعتراض. حقتونه بگیرید، فقط همون روزا بیان حقتونه بگیرید، نه اینکه الان اومدید سر خیابون دارید شلوغ میکنید، میان شما میزنن. الان اومدید هیچ فایده ای نداره. بیان پشت اون مردمی که اومدن حقشون رو بگیرن، شما هم بیان حق خودتون رو بگیرید. شما اگر از جمهوری اسلامی راضی هستی، بیان حداقل حق خودتون رو بگیرید و همون روزا بیان توی میدون، بیان کف خیابون و این جمعیت رو بیشتر از این بکنید. من
مردم عزت و ذلت شما دست شماست، دست خارجی ها نیست، دست اونی که اون بالا هست 44 ساله داری برای کرش میکنید نیست، چون اون خدا اصلا یک داستان جداگانه ای داره، دنبال اون نباشید به شما کمک بکنه، نمیکنه. این گنبد بارگاه های طلایی هم که ساختن میرید پول میندازید فلان، تو این 44 سال دهن شما رو سرویس کردن، کدوم یکی شما حاجت گرفتید؟ هیچ توجه کردید از روزی که سوشیال مدیا آمده، از روزی که فضای مجازی آمده، هیچی دیگه اونجا حاجت نمیگیره. قبلا ها یادتونه میگه وای پسر زهرا خانومو بردن اونجا دخیل بستم، وای کنارش یکی خوابیده بود شفا گرفت، چلاق بود راه میره، الان مشکلی نداره، فلان نداره. این جفنگیاتو به خورد ما میدادن، مادرم و پدرم آخه خدا فلان. ولی از اون روزی که دوربین در اومده، این بچهای انقلابی در اومدن به ساعت و به لحظه فیلم میگیرن، این آخوندا دیگه موندن چه کار بکنن؟ لطف کنید به خاطر خودتون، به خاطر بچه‌هاتون، به خاطر نوه‌هاتون، به خاطر آخر عاقبت خودتون، به کف خیابون‌ها بیان و حق خودتون از این گداگشنه‌های مریض جنسی. اگر اینها آدم‌های با تقوایی بودن، باز هم زبان امثال من کوتاه شده. من دارم خدمت شما عرض می‌کنم، اینا نایبین بر حق شیطان بر روی زمین هستن. روزی که اینها رفتید من مرده، آقا صادق این جمله رو داشته باش تو، اون روزی که انقلاب کردید، این حرامزاده ها رو از کشور خودتون بیرون کردید، من مرده شما زنده، بعد میگید دم اون خدا بیامرز گرم که این شیاطین رو شناخته بود، چون اینها برن از کشور بیرون تازه کشور شما روشنایی میگید. کشاورزا 44 سال شما رو، 44 سال شما رو گیر آوردن، نماز بخونید، دعای باران بخونید، خدا، اون خدا اگر قراره شما رو زجرکش بکنه که اون خدا نیست، آخونده شما رو گیر آوردن. مردم 25 شهریور استارتیه که شما بیاید به کف خیابون ها و حق خودتون رو بگیرید، لااقل بذارید بمیرید ولی با شرف مردید. جوانهای ما فوت شهید شدن تو کف خیابون ها، با شرف مردن. فردا اگر انقلاب شد، یاد اینها تا قرنها در دل همه مردم هست. پس سعی بکنیم با شرف مملکت خودمون رو از این شیاطین پس بگیریم. ببینید میگه دولت کلاهبردار آمده گندم ما رو خریده، آرد کرده، به نانوایی ها فروخته، پول ما رو نمیده. آخه در کجای دنیا شما سراغ دارید که دولت کلاهبردار باشه، حکومت کلاهبردار باشه، رهبر یک مملکت قاتل و جانی و آدم کش باشه؟ بابا اینا هیچ کدوم، چهار تا روانشناس بیارید براتون حرف بزنن، از واقعیات بگن، اینا اصلا در کنار هم نرمال نیست. این مملکت دست یک گروه افتاده، دست یک رژیم افتاده. اینها یک گروه بدتر از طالبانن، اینها یک گروه بدتر از داعشن.